من میگم درست نمیشه ولی اینجا چی روش یه هرچی مثل مثلا غذا رو بذاری جا بیفته هی بذاری آبش زیاد شه، من نمیدونم چه جوری مگر نبوده درست شه نمیشه مسکی به خدا. من میگم فرار کنیم بچه ها، فرار رو به قرار ترجیح بدیم و میخوای بریم رو ایلان ماسک. آره بگیم یه دونه بدیم استارشیپ جداگونه درست کنه بریم دیگه. آره بگیم یه جا که اصلا اثری از موسیقی پاپ نباشه نظرم. چون اثری از موسیقی نباشه بریم خودمون کف میکنیم که زوزه بی خودمون زوزه بکشیم عزیز. یه دونه میز لازم داریم فقط بزنیم روشو بخونیم. شترت دیتو خوی شهر درت دیتو خوی دیشتر. البته ناخون نداریم فقط. نداریم باید ناخون همون دیگه. همه چیش قابل حل جز موزیکه میبینی؟ خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه خودمونی از کانال ناکوک با هومن عزیز و آپتین و کافی هستم. حالتون چطوره؟ مرسی خوبیم. خیلی از مختصری سرما خوردیگه که خوب جزمی ولی آره. هممون گرفتیم ولی. آره. خوبه که حالا سعیر سالم زنده ایم. آره خدا رو شکر. به قول یه بنده خدایی تو اینترنت داشتم توی دادم تیک تاک بود اینستاگرام کجا بود نمیشه که هم که صبح به صبح چشتون رو وا میکنین اطرافیانتون نموردن زندن باید به این حالم خیلی خوبه. راست میگه واقعا خوشحالم که زنده یه روز دیگر رو در کنم. فرزونت مرسی. آقا چه خبر؟ سلامتی؟ از چی چه خبر؟ کنسرت مانسرت های اواخر رو مثلا دیگه من که بریدم، یعنی من واقعا دیگه این چیز شدم چی میگن ناامیدم. نه دیگه چه باید ناامید باشه؟ خب ناکوک درست شده که دوستان فالچ بخونم و فالچی هاشونو بگیریم دیگه، چرا باید ناامید بشیم؟ تا آخر تا همینه کار واسه برنامه خودمون باید امیدوار باشیم ولی برای برنامه موسیقی و اون آینده موسیقی باید نگران بوده بوری. آره آره ما توقع داشتیم بعد این کرونا که شروع میکنن به کنسرت دوستان خیلی قوی تر بیان تو. بدتر شد اصلا، اصلا اوضاع خراب بیل کردن فکر کنم دیگه. خوششون باد خور ناکوکتر از قبل چربی های غذای کباب موا گرفته گلوها رو. امروز من میگم راجب اول بیم راجب این مسائل اخیر اول صحبت کنیم. درسته کدوم خیلی مسئله بوده این آخری ها که چند تا پست گذاشتیم و به عنایت رسیدیم. فوش خامت چیز میگم تعریف تمجیدا رو میفرمایید؟ تعریف تمجیدای خوب و تعریف تمجیدای فوش خار مادر دیگه. بعد حالا هر چی که میشه اسمشو گذاشت. خیلی بی‌تربیتن ولی به نظر من. یعنی حتی من انتظاری هم نمیره بنده خدا طرفدار یه آدمی که صبح به صبح چشو با میکنه کانال تلگرام فوش با فوش مادر مواجه بشه خواننده مورد علاقت بود فوش مادر بده صبح به صبح. طرفدارش هم همون جوری میشه. آخه فقط هم بابت مثلا تتلو نبود، حالا مستقیم بگیم بابت تتلو نبود، بابت مثلا خواننده دیگه هم بود. درست پستای دیگه هم که میذاشتم. من تتلو جانی شدم سر آقای داریوش که اگه ایران بودی میکشتمت، یعنی یه جوری خیلی جدی با نیسان آبی عروض رد میشدم. حالا خوشبختانه توی کشور آزادی زندگی میکنیم که نمیشه این کارا. نمیشه ارمون رد. یکی واسه من نوشته بود حتی میشه ها نیسان آبی نداره اینجا. یکی هم دقیقا همینو برای من نوشته بود که اگه بیای ایران اینجوری میشه اونجوری میشه. گفتم خدا رو شکر ما یه جایی هستیم که نمیشه به یه نفر حتی یه انگشت. حتی اینو همه در حد حرفا میدونی که اینه مش علاف مجازی هم که صبح اصلا در خونش بیرون نمیتونه بیاد. این تحلیلات بازی هم که در میاره پشت اکانت اینستاگرامه. آره میام اکانت فیک اصلا اکس هم نداری یاری. من بابت همینه یه تحقیقی رفتم انجام دادم ببینم که مثلا توی کشور دیگه حالا مثلا اروپایی، آمریکا یا حالا همون کشور عربی آیا مثلا مردم این مدلی فحاشی میکنن؟ به هم دیدم کمه، خیلی کمه. یعنی اصلا
این مدلی نیست که هزارم این مقداره، تازه ده هزارم این مقداره. فوشایی هم که باز اونجا میشد سرچ کرد و دید مثلا خفش و مثلا اینجور چیزا و نه فوشای بده، مثلا ناموز هفت جد ما رو فوش داد یارو یه بار. یعنی مثلا فیلانه فیلان بهمانه تو فیلان که فیلانت فیلان شه، مثلا من نمیدونم. ما که رها نمی کنیم که، ولی در صورت فرهنگمون یه مقداری اذیت میکنه. نه رها کنیم که بیکار نبودیم، شروع کنیم که آره. ما میدونستیم این اتفاق میافته. چیزی هم نیستش که ناراحتمون بکنه، به هر حال هممون تو ایران بزرگ شدیم و اصلا بخشی از جامعه فرهنگمونه یه جوری که همه تو خیابون من فوش خارمادر میدونه، شما یا کج میپیچه فوش میده، راست میری فوش میده، سوار تاکسی در رو محکم می‌بندی فوش میده، کم میدی فوش میده، کلاً فوشه دیگه. تو صف وایسی نون بگیری چرا مثلا 10 تا میگیری فیلان فیلان شده فوش میده. جزئی از فرهنگمون. حالا که تو دیگه زشت البته که جزئی از فرهنگ اینترنت هم میبرتش تو کل کره زمین دیگه، پخشش میکنه عجب. مسی و رونالدو صبح رفتن زیر اتاق رونالدو سر جام جهانی تو روسیه فوش خواهر و مادر به یارو. چه فرقی میکنه؟ چی میشه؟ گل نمیزنه، میترسه. تو چی یافتین؟ تو چیزی گرفتی؟ خیلی فوش خوردی؟ یه جوش شد که من پیجم اصلا بردم رو پیج کاری اصلا از پیج چیز جدا کرد. آره خدا رو شد عضو جدید ناکوک با همون برنامه اول اصلا تا اومد آره به گوله بسته اب نداره ولی ما آن نهصد که ادامه دارد. خب یه درصدی از اینایی که میان می‌نویسن فواشه بیشتر دوستان واقعا محبت دارن. خیلی خوب زیاد دارد. یعنی متوجه شدن که ما نیتمون چیه. ما نیتمون کمک کردن به موسیقیه، چیزی که تا حالا انجام نشده تو این مدت. اگر واقعا رسانه‌ای بود که از همون اول اینو زیر میکروسکوپ می‌ذاشتن با 4 تا موزیسین حرفه‌ای‌تر از من چون خودم دانش آموزم میدونم که شما هم باشم، هم دانش آموزم در این زمینه، چون موسیقی خیلی گسترده است. اصلا نداری که وقتی شما متوجهش میشی که چقدر گسترده است، بعد دیگه همش واقعا همش احساس دانش آموز بودن داری توش. ولی خب دوستان دیگه دارن متوجه میشن که ما با این سوادی که داریم نسبت به موسیقی داریم تحلیل حرفه‌ای میکنیم. و اگه اون رسانه‌ها گفتم اگر بودن موجود بود که میومدن این کارا رو انجام میدادن، الان مطمئنن اصلا به اینجا هم نمیرسد موسیقی که هر کسی بیاد بدون اینکه دانش موسیقی داشته باشه، بدون اینکه اصلا روی استیج بتونه خوب بخونه. حتی نوازنده هم، حالا ما فقط خواننده رو نمیگیم، نوازنده هامون هم موضوع اول خوبی ندارن، اصلا شهربازی شده روی استیج. ساز نمیزنن که علاقه ادای 90%، یعنی فیشا همه تو آکواریوم و گلدون، یا اگه میزنن فالش. آره فالش که دیدی خودت چند روز پیش پستی گذاشتی تو اینستاگرام، مثلا ویالونه یه جای دیگه بود، گیتار یه جای دیگه بود، خواننده هم یه جای دیگه، خواننده که قربونش برم اصلا نبود اون جایی که اینا بودن. آره امیرعباس گلا بود. آره شما گوش پستش. آره البته من فکر کنم پست مدرن صدا میده دیگه، یعنی مثلا شما یه آرتورد تو گام خمینور در نظر گرفتید، سبک جدیدی گامش، گام عجیبی، ما ولد نیستیم، خمینور هست جدیده؟ صدا خیلی میده. اتفاقا من نوشتم روز نوشتم دوستان ما یه تئوری موسیقی رو باید بیان یه چیز دیگه بنویسن. بنویسن که فالشی و ناکوکی از این بعد جزئی از موسیقی هست. مثلا دو ر می فا سول لا سی، مثلا تا خ ژ، مثلا پ، آره، اینا نوتامونه. فرکانسش هم هر مدلی که خیلی می نیست، مثلا مثلا ز آگمنت. آره. وسطا شکل مثلا یعنی آره. نه دیگه اونا رو بلد نیست. اونا نباشه. نه نون اد ناین. اد ناین اینا که اون میاره و اونش تلویزیون چند ساز فور چی؟ بهش میگن آکورد چیه؟ میگه 3 تا صدا رو با هم بزنی میشه آکورد. آفرین. تازه اصلا خیلی عجیبه. اوضاع خرابه دیگه. این یا عمدیه به نظر من. که فکر میکنم آخه من یه ذره میگم چرا میگم عمدی نیست، به خاطر اینکه من فکر میکنم دلیل اون را اون آدمای کمی حالا توی مافیای موسیقی دیگه قضیهش، از یه همون آدمایی که اون پشت دارن این لابیا رو ایجاد میکنن. ولی کسی من فکر نمیکنم که تو دنیا از محصول بد، از محصول خوب بدش بیاد و از محصول بد خوشش بیاد. یعنی همیشه من فکر میکنم که تبلیغات باید ببینی دست کیه، چون اینایی که الان رابطه دارن چه خارج از ایران چه داخل ایران،
مدیا دستشونه، روابط دارن، پول زیاد دارن. خب اینا باعث میشه بیشتر بتونن نشون بدن دیگه محصولشون رو. در صورتی که اون کسایی که محصول خوب میتونن ارائه بدن معمولا نه پول درست حسابی دارن، نه مثلا میدونی ارتباطات گسترده زیاد دارن. الان هر چی بساز بفروشه شده تهیه کننده تو ایران. یعنی من نمیدونم شما اگه کارت ساختمونه با موزیک چیکار، اگه کارت موزیک با ساختمون چیکار داری؟ یکیش دیگه نه. مثلا شما برو از آقای مثلا تونی موتولا بپرسی، مدت خیلی زیادی ایشون سی او سونی میوزیک بوده. برو شما بساز بفروشی میکردی همزمان با اینکه مثلا رئیس سونی بودی، یا مثلا چه میدونم این همه ANR هست و این همه پرودوسر هست و اینا، مثلا شما یارو بغلش شاید مثلا اینوستمنت بکنه و این کارش اکتیو ساختمون بسازم، سیمان چنده، نمیدونم تیراهن چنده، و بعد ممقالی هم ببرم ارشاد مجوز بگیرم، اصلا جور در نمیاد. آره این یعنی مثلا بقالیش کردن که اصلا خیلی تخصصه مهم نیست. اصلا شما بخیلی سوپرمارکت مدرن هم بزنی باید دانشش رو داشته باشی. چرسه موسیقی که چیز بحث فرهنگیه، همون جاهای دنیا ارگانیزیشن های مختلف براش هست. ما هنوز آرتیست ها اون بند خدا ها نمیدونن رویالتی چی هست اصلا. روی گیر نگیرش رو ولش کن اصلا چیه؟ دشتتی یه چیزیه که تمام جاهای دنیا، کشور اروپایی، حتی آسیایی، هند، اینا همه رویالتی مویالتی میگیرن. سیستمش از زیر ساختش وجود داره براشون. اینا نه. داداشم مثلا لامپ فروش بوده توی لاله‌زار، الان شده تهیه کننده. بعد به قول یکی از دوستامون چند روز پیش داشتم باهاش صحبت می‌کردم، من گفت که یارو اومده واسه من شاخوشونه هم می‌کشه. آی فلانم و من بهمانم و نمی‌دونم. آخه اینشه که چیزه، اینشه که اذیت کننده است که بزرگترین انتشارات مملکت لامپ فروش بوده مثلا توی لاله‌زار. مهم نیست اونم شغله، منظورم این نیستش که لامپ فروشی بده. یه هر چیزی تخصص خودش شده یه مخلص کلام. اون موقع که من یه آلبوم با ارشاد کار کردم تو ایران، مجوزها رو که گرفتیم اون موقع تست صدا میگرفتن و تست آهنگسازی و اینا، اونا رو که رد میکردی تموم میشد علاوه کارشناسی آلبومت مجوز میگرفت و اسلامی و مثلا شعر آباد تایید و اینا، و میبردی میدادی به یه پخش کننده. همه تو لاله‌زار بودن. مثلا رفتم تو مغازه یارو آدرس گرفتم که اینجا شرکت مثلا آوای فلانه، رفتم تو مثلا دیدم یارو دارن با کارتون لامپ و لوس رو اینا جابجا میکنن. بعد گفتم من برای پخش نوار اومدم، شما برو بشین الان ما میایم. گفتم توقع داشتم مثلا یه کمپانی موسیقی، یه دیزاین موسیقی، مثلا یه دیزاین هنری داشته باشه. البته بودم مثلا آوای نکیسا بود توی خب دو تا چند تا دونه بودن که آفیس، تازه اونا هم کتاب فروشی بود آوای نکیسا یاد باشه. بعد اونا کتاب فروشی شهرارا بود دیگه، کتابخونه شهرارا. ولی باز یه جای هنری، یه مکان هنری بود، ادبی هنری مثلا لامپ. بعد اینجوری پیش خودم فکر میگرم، میگفتم این همه سختگیری برای مجوز، بعد تو در نهایت بدن دست یه آدم آماتور، مگه میشه؟ بالاخره اون شرکت باید کارشناس داشته باشه که بشینن موسیقی تو رو آنالیز کنن، ببینن اصلا این میتونه جواب بده توی اون بازاری که اصلا نیست، از همه نظر، لحاظ تجاریش، لحاظ هنریش، همه چیشو. مثلا میشست خودش گوش میکرد اون آقایی که داشت لامپا رو جا به جا، اگه خوشش میومد میداد بیرون. الان هم میگی اینایی که ساخت و ساز میکنن، یعنی تو باید با سلیقه اونا خودتو سینک کنی. بله دیگه، خب اون سلیقه اون آدم اصلا الزام. ببین مثلا تو امریکا آدم هست همین الان یا تو خیلی جای دنیا که مثلا فقط $1,000,000 میگیره، بعد میگه فلان آهنگ هیت میشه یا نمیشه، کارش اینه. یعنی یه تخصص جداگونه است، حتی داریم در این حد بهتون میگم که یه تخصص جداگونه به همچی کوچیک تخصص لازم داره. اون یارو انقدر آهنگ گوش کرده و انقدر با آرتیست مختلف کار کرده، میدونه این آهنگ هیت میشه یا نمیشه. $1,000,000 هم میگیره اگه این حرفو بزنه یا به شما بگه میشود یا نه. خیلی از پروداکشن های بزرگ کلی بوده هزینه کنه، یا اون چند $1,000,000 رو خرج ویدیو میخواد بکنه. بعد ببینه برمیگرده اون پوله یا نه. آره.